Bismillahirrahmanirrahim. Derince madar malumat umur rajiba en kısa hücrevi yesil division remen kunim ya mitosis ki der video kabli roy mitosis roy daran hücrevi bahşet ve vazı kedim ki daran hücrevi kes daray du merhale umumi eski ek bana mitosis yadmışul ya mitotik division yadmışul digeş bana mi interfaz yadmışul. Yani interfaz ve mitotik faz du faz ha ya du merhala budan kek pedige hücre turumi peme der merhala interfaz ma vaktim ki vart merhala eski hücre bade azmi namuy khush mirsa o qismat hücrevi anu zagaz na shuda hücre dai merhala daray sentrozom gair palas ni sentrozom ha der dakhili hücre sentrozom vujud dara ki baz badan rishta spindal ra vujud mero sabab e kashudani kromozom ha vaqt bayni hujra mesh va sabab majrat ek kromozom ha mesh. Darasta kromozom ha de vaqt na malum as va bashakli kromatin as va tabdil mesh ba darhalat ek bashakli kromatin masalan ba wali aslan dari marhala palta hujra ba'd azmi khush mera sa qism ki malum gird DNA va RNA va ek miqdar zadi protein ha de marhala sintez mesh va saxta mesh mes ki dar vujud qabli rush bas ka din masta istavi de marhala musrate paraganda vujud dara va inja استهای استوی یا مواد استوی یا دینی که اسمش میکروماتین یاد میشه که در مرحله بعدی باز به کروموزوم تبدیل میشه و در مرحله آخری انترپیز که از مرحله سنتز آغاز میشه در مرحله وسطی انترپیز مرحله سنتز یا اس مرحله اس وجود داره مرحله سنتز دینی وجود داره که دینی دچار میشه این تمام مراحلی بود که در انترپیز وجود داشت و بخش دوم در وجود گفته بودیم که بنای میتوتیک پاس یاد میشه که در اون مرحله حجره تقسیم میشد در وجود باز در مورد اومن راجع به انقسام حجره بس میکنیم در قسم به شکل عموم در اینجا میتوتیک سل دویژن یا انقسام میتوس را ایره به سی بخش تقسیم کده یعنی گفته که انقسام میتوتیک انقسام میوسیس که است در سی مرحله شامل است یا در خود دوران حجره اصلا سی مرحله شامل است اینکه از سی مرحله مرحله اول که است انترپیز است دوم که است میتوس است سوم که است سایتوکینسیس است در مرحله انترپیز که چی واقع میشه در مرحله انترپیز دوچند شدنی دینی یا دینی ریپلیکیشن که ارتباط میگیره با انقسام حجره واقع میشه در پلی ازی حجرات نموی خود را بعد از این میرسانه و همچنان پلت های که برای حجره لازم است فیزیولوژی نرمال حجرات انجام میشه نموی حجرات صورت میگیره و این دوچند شدن دینی یا دوچند شدن مادی ارسی صورت میگیره این پلت هست که در مرحله انترپیز صورت میگیره بعد از گذشتندن این مراحل که در وجود قبلی بسال هم روش باز شده حجره ماده بی میشه که باید به انقسام برو به میتوسیس برو و تقسیم شو بار اول بنامی نیگیلی یک کسی بود که در 1846 ای ادعا کرد که حجرات نوز به طریقه انقسام یا به درویش انقسام از حجرات قبلی بوجود می باز بعد از او در سال 1885 بنامی ویرچو یک کسی بود که نظره حجروی را تقویه کرد و ویم طرفدار نظره نیگیلی بود یعنی گفت که حجرات به طریقه انقسام می به طریقه دویژن انقسام می کنه در سال 1865 به نام روبرت ریماک یک دانشمندی بود که کلمه مایتوسیس را که معنای انقسام مستقیم حجرات سی لغت را کلمه مایتوس را به وجود آورد در سال 1870 به نام استراس برگر یک دانشمندی بود که در حجرات نباتی پلنت سل عملیه سل دویژن انقسام حجروی را ایره بوجود آورد و کشفش کرد در سال 1880 به نام والتر پلمینگ یک دانشمند بیولوژی بود که انقسام حجروی را در حجرات حیوانی کشف کرد و بار اول علمی والتر پلمینگ در سال 1880 لغت میتوسیس را که به معنای تغییرات هستوی است ایره بوجود آورد کلمه میتوسیس را کشف کرد و در سال 1887 به نام اگوستوس مان کسی بود که به شکل تیوریکی یا تیوریکل وجود آمدن گمیت ها را و دوران کروموزوم ها را که در وقت گمیت جنسیس در ساختن کروموزوم ها انقسام حجری صورت می گیره و
تدادي كروموزوم هكذا ونجر ريكشان ما يكون كم مشان تنقسم ما يكون إيرك عشو قد أي مريض نظرة خضر إيرك هر وانقسام تنقسير باري أول درسالي أجداء اشتدوفت توستي وان بندن تشيش ودو تشي قردين وامتين كلمة ميوسس راكي در انقسام هجروي جنسي من بعد المتالي مشان در كتاب در درسالي بادي وجد در درسالي نوزدى پانج توستي مور وجی بی پارمر برای ول بوجود دارد. اینی ترخچه مختصری نقصامی حجری بود نقصامی میتوس و میوسس که چیگونه و با کدام تدریج و با کدام ماهیت های معلومات بشر معلومات انسان ها راجع به نقصام های حجری بوجود دارد که یک بحث قسمت تاریخی نقصامی حجری و سلیوژن بود. این چیزی که اینجا مهم است یه است که خود نقصامی حجری که از دو مرحله اساسی داره که یک میتوس است و دیگه سایتوکینسیس است. در مرحله میتوس کس در اینجا کروموزوم ها کس در حقیقت به دو بخش تقسیم میشه، یعنی نصف کروموزوم ها به یک حجره میره، نصف کروموزوم های دیگه به دیگه حجره میره و در چندین مرحله کار صورت میگیره که در مرحله پروپازس، پرومیتاپازس، میتاپازس، آناپازس، یعنی پروپاز، پرومیتاپاز، میتاپاز، آناپاز و تلوپاز. این مراحل است که مجموعاً این مراحل و تغییرات که در این مراحل صورت میپذیره کلش به نام میتوسس یاد میشه و در این مرحله ای تغییرات وجود میاد. و من دیمتوس مرحله که یه تغییرات واقعی کیسه هر تغییرات طول دیمتوس است پنوم سره دیگه و دی پروپاز، پرومیتاپاز، میتاپاز، آناپاز و تیلوپاز پا مرحله که در تغییرات رازی و من دی پروپاز مرحله که سده حجره سده دیهدریشن کیگی یعنی دیهدریشن پکی صورت نیسی پو اغیقه پو داخل که دستگی شست ده المنزی ده هر کروموزوم دو کرومات دونه هر کروموزوم دو کرومات دونه جوړی هر کرومات است ده رینی و زنگری مالیکول دست دستی و تزاب و سرواسل ده کرومات دونه لند و پند کی گست چپوری که دو پیل کی دیر تغییرات سیغای پیدای تغییراتی پروپاس مرا کرازی دی پرومی تا پاس مرا که استوی غشا مکمل ده و تخریب کی گی تجزی کی گی المنزی و سپندل تارون دیو جریب مرکزی برخ که جانی سی او همدارنګ په انا پاس کې په تیلو پاس کې بالاخره د تیلو پاس په مرحله کې شته کروموزومونه د حجرو قطبونو ته رسېږي او بیا نور تغیرات د سایتوکینس په مرحله کې منځته راځي سي له یوې حجرې نه دوه حجرې منځته راځي د سایتوپلازم تقسیمات د سایتوپلازم ویش په دې مرحله کې واقع کیږي سایتوپلازم د دوه حجرو سایتوپلازمونه سره بیلېږي یعنې دوه حجرې منځته راځي په حقیقت کې یعنې دغه تغیرات اوس په لنډ ډول موږ دلته په ډېر مختصر شکل توضیح کړل وروسته په بلې ویډیو کې چې دې شکلونه موجود دي د شکل سره څو خوځي او خټشي سي یو ټول مرحلې دي پروپس مرحله میتاباز مرحله د پرو میتاباز انا پاس تلو پاس سایت کنيسس د پم تشي ډول سره په ډیر وځي ډول سره خبرې پیو کو تشي وی کو سي کروموزومونه څنګه نیمه کیږي او د څنګه د غره مرحله د کوم تغیرات او شاید د کوم تغیرات په کوم مرحله کې واقع کیږي اولی مهم دي په ټول به بیا وروسته خبرې وکړو دلته چې مهم ده یو خبره بلم ده زی کچری د حجرو ویش په ان کنټرول کنټرول دی په غیر کنټرول سوی ډول یا په نا کنټرول سوی ډول باندې صورت نیسی نو د کینسر یا د سرطان ناروغی ته زمینه مساعده یی د سرطان سبب کیږي د کینسر سبب کیږي لکه مخکې ویډیو کې سپه خبرې وسوي په دغه کې د حجرې دوران یا سل سایکل د کنټرولونه صحیح کارونه کی او دغه د کنټرولینګ سیستم کې څه یو خند واقع سی خلل واقع سی بدار زه یدا کوم لیکو د چې سبب سکیږي هغه د کانسره سرطان په مدي کې شي د غیر متوقع حالت ده یعنی بد سی ونی سی بد د حجرې دوران کنټرولونه هغه پروتین سی کنټرول کی د حجرې دوران کنټرولي د حجرې حرکت دی د مرحله نه بل مرحله ته کنټرولي هغه بد سی ډول سره کار وکړي خو کارونه کی د مختلف عواملو او لاملونو په اساس د کانسره سرطان باز کی ومن جول ده ده حجره ویش اغا ومی تصویر ویش ده ویدیو که خبری ویسوی پر روان ویدیو گانو که ده حجره ویش پاکلا اغا کمی خبری سمر خبری سه لازمی دی پر بنده خبری که گی او ده باید وزی سی مگه بدیو پیگو سه حجره پکم میکانیزم و مخانیکات لبخانه حجره نمانست رازی یعنی و حجره کم شرایط باید تیر کی کم مراحل باید تیر کسی دو حجره ویش لسی او د کوم مخانیکات او د کوم تګلارې په اساس به د یو حجره په دوو حجرو باندې وویشل شي دې پروستو ویډیوګانو کې خبرې کوو.